سلام به عزیزانم، امیدوارم حالتون خوب و خوش و سلامت و سرزنده باشید. احوالتون چه خبره؟ چه کار میکنید؟ با ویدیو دیگر از سری ویدیوهای آموزشی کانال علوم غریبه لایتناهی در خدمتتون هستم و کسانی که واسه اولین بار ویدیو ما را تماشا میکنند و یا عضوی از کانال علوم غریبه لایتناهی نیستند، این دکمه سابسکرایب رو بزنن، دنبال کنن. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و اگر دیدگاهی چیزی پیشنهادی دارید برام کامنت بنویسید، خوشحال میشم. و اگر جزء اولین ها میخواهید باشید که ویدیو رو دریافت میکنید، زنگوله رو فعال کنید و بریم سراغ آموزش این تلسمی که میخوام آموزش بدم براتون در این ویدیو. کسانی رو داریم دیوونه نیستند ولی عاقل هم نیستند، ببخشید، عاقل هم نیستند، کسانی که وارد مرحله از روانی بودن و در مراحل اول هستند، مثلا با خودشون حرف میزنن در حدی که درک میکنن، میفهمن. متوجه هستی چی میگم؟ یعنی دیوانه کامل نه، این به دردش نمیخوره. این ویدیو و این تلسم بایستی از ستارنگ مشکی، سبز و قرمز استفاده کنید. الان خدمتتون عرض میکنم که چه شکلی هست. شما دقیقا میایید یک مربع رو میکشید و این مربع رو به این شکل درست میکنید و میایید اینجا یک خط، دو خط و سه خط. دقت کنید خطوط هست که وقتی میکشید، دقت کنید که ببینید، اگه نگاه کنید این پهن‌تر هست. اینها یک اندازه هستن ولی این پهن‌تر هست. عزیزان من، اینجا با مداد سبز چیزایی که نقطه هایی که علامت میذارم براتون، این ها بقیه قرمز هستن. ما با سبز و این عدد 29 این عدد نیست در اصل، اینا همشون رموز و البته این نقطه ها رو نمیخواد بذارید شما، رموز و ملوکی هستن که به دادتون میرسن توی کارهایی که ازشون میخواید. 29 45 19، این 190 نیست. و با مداد قرمز میایید اینجا عدد 18 رو مینویسید، اینجا عدد 12 رو مینویسید و زیر 19 38 رو مینویسید. این وقتی جمع این میشه، میشه 38. 29 هم جمع این میشه، یعنی 29 بگی 30 60، 60 دوتاش کم کنی 58 میشه، درسته؟ اینجا خالی میمونه، این خالی میمونه و این هم بغلیش خالی میمونه. حالا میریم سراغ حروفی که میخواید بنویسید. اینجا ف، اینجا ی و اینجا ب رو مینویسید و تا اینجا تمام. این ها که خالی میمونند هیچی توش نمی نویسید، هیچی توی اینها نمی نویسید، تأکید میکنم. میاید با قلم سیاهتون می نویسید ادعو منکم یا موکلین، تشدیدش هم بذارید، موکلین هذا المكتوب، المكتوب يا موكلين هذا المكتوب بس تجابة طلبي منكم وأقسمكم
بداود وإدريس والملك الأعظم الأعظم. تمام. 11 عدد از این می نویسید، یعنی همه اینها به همین رنگ به همین شکل 11 عدد. آها یادم نره سبز. اینجا چی باید میسم؟ 45 40 میشه مه. فه چه اتفاقی براش میفته؟ فه ببینید مرحله به مرحله، ببینید من رسیدم اینجا و اینو نوشتم، درسته؟ شما نیایید زود سه رو بنویسید، به این مرحله که رسیدید سه رو بنویسید. میریم سراغ 29، فقط سبزها 29. اینجا بنویسید، ببینید مرحله به مرحله، هیچ چیزی رو بدون اینکه به مرحلهش برسید انجامش ندید. یه اینجا 11 عدد بنویسید از این طلسم. بسیار خوب. و میایید اینجا یک خط رو میکشید، یک خط رو میکشید اینجا و میبیسید فلان بن فلان، این اسم خودش و اسم مادرش، و اینجا سن شخص رو میبیسید، سن شخص، اینجا سن شخص رو میبیسید. این طلسم رو هر روز میتونید انجام بدید، فقط مواظب باشید، ببخشید، فقط مواظب باشید در روز و ساعت نحس ننویسید، یادتون باشه در روز و ساعت نحس ننویسید. هیچ بخوری هم لازم نداره و نسبت به طبع شخص با تلسم برخورد میکنید. اگر شخص آبی بود در آب، اگر شخص در آتشی بود در آتش، الی آخر. 11 عدد از این مینویسید، یعنی 11 روز پیاپی. و اگر روزی از این روزها نحس بود، قمر در عقرب بود یا هر چی که به نحسیات ارتباط داشت بود، میپرید اون روزو. و اگر سه روز، چهار روز نحس بودن، پنج روز، یک ماه، شما باید بپرید این روزها رو تا برسید به روز ست. یعنی متوجه شدید؟ و میرید جلو تا تموم بشه. شخص اگر طبعش آبی بود، همه اون تلسمای 11 تا که مینویسید دقیقا میندازید داخل آب. امیدوارم هیچ کسی هیچ ضرری سمتش نیاد و همیشه موفق و پیروز و سربلند و پر از محبت باشید. مواظب خودتون باشید، دنیا ارزشی نداره. دوستتون دارم خیلی زیاد و این آقا مخلصتون هست همیشه. خدا نگهدار عزیزان من، خدا نگهدار.